آقا سلام علیکم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حال همگی عالی باشه. TNT های این دوره، درود، سلام، مخلصم، ارادت، اسمای آشنا و غیر آشنا، خیلی خوش اومدین. مخلصم، انشالله که بتونیم یه دوره توپ دم امتحانی با همدیگه جمع کنیم و بتره کنیم. سال نو شما مبارک. راست میگی، برای سال نو نبودیم. سال نوتون مبارک، ایشالله که سال بسیار خوب، سال تو تقویم خاطرات و اینا نوشتن که آقا اون 1401 یه جای خوب قبول شدم، کلی حال داد و کلی موفقیت داشت. و نماز روزه شما مبارک. میگه مبارک، تو نوشتی مبارک، نماز روزه مبارک، قبول باشه نماز روزتون مبارک باشه. من هم شهروش میخونم. یاره سال نوتون قبول باشه، نماز روزتون مبارک باشه، ایشالله که چه میدونم خوش باشین همگی. خیلی هم عالی، بسیار. آره قیمار ریخت تو ماستا. نماز روزهاتون مبارک باشه. محمد ولایتی دانش آموز جدید، خوش اومدی، ایشالله حالشو ببری، بری همچین مفصل دوره جامعه رو نگاه کنی. خب خب آقا بریم که داشته باشیم. میفرمایند که روزه، این الان روزه هم ساعت 8. آها البته شهرهای مختلفی هست، از اونا فرق میکنه. نه دیگه، 10 دقیقه پیش با عزتون ما اذان داشتیم اینجا تهران. قربون همتون. 8 هم میتونم شرکت کنم. یه سری نکات به اضافه میکنه، ولی دوره جامعه رو اگه تهیه کنی به نظرم میتونه برای بهتر باشه. ولی خب به هر حال کلاس تست و نکته است، خیلی چیزتره. الان باید افطار کنین، افطار رو بذار بغل، کلاس رو بچسب، حالی میده. فکر کن ما رمزون سریال میذاشت دیگه، به عنوان سریال تی ان تی نگاه کن. خیلی هم عالی، خوش اومدین. جامعه رو نبینی مشکل نداره، به شرطی که نهم هستی و خودت درس خوندی. اما اگه مثلا یه شاگردمون گفت من هشتمم، گفتم که خب هشتم احتمالا یه خورده سنگین باشه، اگه آشنایی اولیه نداری ممکنه یه خورده همچین عجیب غریب باشه. ولی خب اگه طرف خودش خونده باشه، یه پیش نظری داشته باشه و از قبل بدونه، خیلی هم عالیه. فوتبال رو چه کنم، الان پرسپولیس بازی داره. کلاس رو تعطیل میکنم دوستان، این جلسه اصلا جلسه مهمی نیست، همگی با هم ادمینمون استقلالی لباشو ورچید، کلاس رو برگزار میکنیم. من از جام تکون نمیخورم، خیلی هم مخلص. خیلی خب، چرا فصل رو کلی توضیح میدیم. طرف هشتم رئیس، هشتم که درس از صفر خود سخت میشه براش دیگه. بریم ببینیم که چی کار میکنیم تو این دوره. تی ان تی مون رو باز کنیم، دوره تست و نکته تی ان تی، آمادگی آزمون ورودی مدارس. ایشالله که دوره خوبی از آب در بیاد و شرمنده کسی نشیم، همگی با همدیگه جنبندی عالی داشته باشیم دم آزمونی و بتره کنیم. این همین تی ان تی. من هم که معرف حضور قدیمی ها و مخلص جدیدی ها، پویا بوربور هستم. دوباره فوتبال با کلاس همراه شده. واقعا ساعت کلاس بده به نظرم، این ساعت رو باید عوض کرد. خیلی خب آقا بزنیم تو رگ. شما چایی رو برین بالا، لقمه رو بدین گوشه لپ، اینجا هم داشته باشین. بریم یه مرور کلی بکنیم. فصل اول حرکت شناسی که بچه های خورده دقودلی داشتن قبلا ازش، ببینیم که چیکار میکنیم. مفاهیم تعریف اولیه‌اش که یکی از چیزایی که مهم اینه که نگه داشتیم تو نکته ها، کمیت برداریه. به این علت که باید یادتون باشه جا به جایی، سرعت و شتاب سه تا کمیت برداری هستند که سرعت از روی جا به جایی به دست میاد و شتاب از روی سرعت. چرا برداری هن؟ برای اینکه من اگه برم یه جا آدرس بخوام بگم ببخشید عباس آقا اینجا بقالی کجاست، بگه 300 متر. عباس آقا رو با تلفن 124 فکر کنم به اورژانس اجتماعی معرفی میکنم که بیان با از این راکت برعکسا که دستش میبندن مال این دیووناس ببرن. 300 متر یعنی من برم کل اون دور رو بگردم 300 متر؟ من آدرس میخوام، میگم بقالی کجاست، بعد بگه مستقیم مثلا 200 متر برو، بعد برو دست راست. این جهت ها یعنی چی؟ یعنی کمیت برداریه. بدون بردار اونجا جواب نمیده که. همچنین اگه عباس آقا بره پارچه فروشی بگه خب دفعه قبلی منو بردن دیوونه خونه به خاطر اینکه جهت نگفته بودم، برم پارچه فروشی بگم که یه در جهت شمال شرقی دو متر پارچه بی زحمت لطف کنید، بازم عباس آقا رو زنگ میزنن اورژانس میبرن. چرا؟ اینا کاربردش متفاوته. من سرعت رو براش جهت میخوام،
جابجایی رو جهت میخوام، شتاب رو جهت میخوام، این ستا رو جهت میخوام. اما مسافت چیه متر کردن مثل پارچه؟ من وقتی 500 متر راه میرم بهم بگن آقا از اینجا تا خونتون چند متر راه میری اگه پیاده بخوای بری، کسی مسیر از من نپرسیده که، میگم آقا مثلا 3 کیلومتر راه، چیزی نپرسیده که. پس با این تفاسیر کمیت برداری نردهی از این قسمت. بریم مکان. مکان خب چیه؟ مختصات. کجاست؟ سمتری منه، سمتری مبدعی دارم، یک مختصاتی اعلام میکنم. دستگاه مختصاتم که خوندین انشالله مکانه و کار خاصی باش نداریم. نقطه به اون بدن، بینش رو حساب میکنیم که جابجایی چقدر انجام شده. مسافت رو معرفی کردیم با مثال تهران شمال. آقا من از اینجا تهران را بیفتم برم آمل 186 کیلومتر تقریبا. آملی داریم اینجا؟ ما تا کی 186 کیلومتر فاصله داریم؟ آمل، بابل، محمود آباد، مازندران، ساری نبود؟ تا مشهد، مشهد داداش 1000 کیلومتره. نه، همون آمل 186 کیلومتر کفایته. دم شما گرم. خیلی خوب، 186 کیلومتر آمل. شیراز، کابل، نه بابل. مشهد، عراق، ساوه، آمل، آمل متینا رجبی داریم. شوش مربی راهن که مسافر سوار میکنیم اگه. ساری، هادی میرزایی، لرستان، بهنام شهبازی. خیلی هم عالی، چاکریم. پرچم مشهدی ها بالاست. بله بله. بوشهر، بوشهر رو دوست دارم. کرمانشاه یه نفر. خیلی خوب آقا، ما میخوایم آمل فقط تو این. اگه من مسیر عادی بزنم تو گوگل مپ، آمل به من 186 کیلومتر فاصله میده. بعد میگه خب همینجوری متوسط هم پاشی بری ایشالله 3 ساعت رو تو رای. این چیه؟ مسافته. من متراژ اینجوری متر کردم، یه بیکاری رو فرستادم تو جاده، متر به متر نشسته همینجوری متر که تا آمل 186 کیلومتر در آورده. حتی بیکارا الان آپدیت شدن با ماشین میرن. اگه صاف بخوام برم چی؟ من که نمیتونم صاف برم. این یک چیز فیزیکیه، یک تعریف ریاضی و فیزیکیه که من دارم اینجا استفاده میکنم. ایول، مسجد سلیمان، بندر عباسی داریم، همدان، اردبیل، ماشاءالله خیلی مخلصیم همگی از اقصا نقاط ایران. آقا این کلاسینو دیگه فقط به کشورهای همسایه راه پیدا نکرد، از اونجا هم فکر کنم احتمالاً تا چند وقت دیگه ما مشتری داشته باشیم. خیلی خوب، میخوام بیان ایران کنکور بدن. من آملی نیستم، نه، من اصلیتم کرمانشاهیه، ولی خب یه رگمم به سوادکوه شمال میرسه. ولی خب تهران دیگه از پدر بزرگینا و اینور تهران. خیلی خب، 186 کیلومتر متراژ هم بوده، مسافت هم بوده، همونی که اگه رفتم پارچه فروشی میگفتم متر میگفتم. این چیه؟ این یه کمیت ریاضیه، برداره بچه ها، بردار. این بردار رو با چی نشون میدم؟ با دی نشون میدن. اگه دو بودی نباشه، روی خط باشه، با دلتا ایکس نشون میدن، با آر نشون میدن. مهم نیست، جا به جاییه. خب جا به جایی، دیستنسه، طوله. طول این فاصله نقطه به نقطه است. یه طول دیگه داریم که اینجا با ال نشون میدن، اینو مسافته، این لنگثه. لنگث برای مسافت ایشونه، دی برای دیستنس ایشونه. دی بردار بالاش داره، فلش بالاش داره. صاف از اینجا رفتم تا اونجا، طول نه، طول برداری نیست که. فرستادی متر کردن تا اونجا گفتن انقدر راهه. جهت هم نپرسیدیم، ما جهت هم جو میندازیم جاده میریم. این فاصله بین دو نقطه است، کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه میشه جابجایی. دو تا حالا مثال دم دستی تر ازش ببینیم، سوالا میبینیمش. مثلا اینا، اینجا میگه چی؟ میگه من میخوام این از اینجا بیام اینجا، دور این میدون دارم دور میزنم، این خط چینه اون میدون است، باید برم اینجوری دور بزنم، گرد بچرخم برسم به اینجا. خب این چقده؟ گفتم این فاصله، خب دو متر شعاش رو دارم دیگه، یه متر خلاصه شده سه متر شده جایی میگن قواگیر ندیم. این نوع رفتم، این مسافتیه که من طی کردم، راهی که واقعا رفتم. بهم بگن چقدر جا به جا شدی چی میگم؟ میگم من اینجا بودم، آخرش اینجا هم، مبدع مقصد. میگن آقا قربون نشین دوتا رو به هم وصل کن مبدع مقصد رو، یه فلش هم بزن روش، بگو از اینجا در این جهت جابجا شدم. این جابجایی نارنجیه، این مسافته. پس آبی مسافت، چه قدم از این رنگ آبی، اه اه اه. اینجا هم که اینم جابجایی.
ماشاءالله قرمز حالش. اینجا اصلا فیزیک قرمز دیگه، این جابجایی حالش کن. اینجا جابجایی دوباره، مبدأم کجا بوده، مقصدم کجا بوده. ببین من خیلی وقت اصلا نمیتونم برم این جابجایی رو انجام بدم و اصلا عملی نیست. مثلا میخوام این مسیر رو برم، کلی ماشین پاشین تو راهه، میگم خونه تو راهه، ساختمون نمیشه. پس این مبدأ مقصد، این جابجایی، این یکی هم مسافت، متر میکنم میرم بالا. حل یه خورده سرعت بدیم. برای تندی متوسط میام مسافتی که گفتم، همون تهران شمال رو تقسیم بر زمانش میکنم که حالا عددش تقریبی گذاشتیم. برای سرعت متوسط همین جابجایی که داشتیم چونه میذاریم سرش تقسیم بر زمان باد بکنم. حالا یه نکته هم داریم برای تبدیل اینا چیکار میکنم. کیلومتر بر ساعت عدد گنده هست بچه ها، همیشه این بزرگه، این کوچیکه، متر بر ثانیه. خب متر کوچیک‌تر از کیلومتر دیگه، این کوچک. بزرگی رو باید تقسیم کنم که به کوچیکه برسم، کوچیکه رو ضرب کنم که به بزرگی برسم. ضرب چند؟ 3.6. تبدیل واحدم اگه از هفتم بلدی که دمت گرم. یه مثال هم ازش زدیم و خلاصه. نکته مهممون اینجاست. اصلا گیر کار این فصل حرکت شناسی واسه بچه ها همینجاست. یاد بگیری یه بار این کسر رو بلد باش، درست سر جاش دقیق جایگذاری کن. به خدا که همش همینه، یعنی سختش ایناست، بقیهش هم که باید شکل بکشیم و تحلیل کنیم و فکر کنیم ببین چجوری حل کنیم. این جزء تو سایت قرار میگیره. بله 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 قرار میگیره. نمودار VT هم میرسیم. بله همه چی هست. ما یه کرد یواشی هستیم چون یه چند نسلی گذشته. یکی جزوه کردی اگه واسه من آپلود کنه ممنون میشم، بلد نیستم متاسفانه، آبروی هرچی کرد رفت. فرمول سخت رو حفظ کنی، استفاده کن. انقدر استفاده بشه راحت تو ذهنت میشینه. اصلا نباید فیزیک و ادبیات که نمیخونی که، باید بشینی اینو بذاری جلوت. فرمول شکلش رو داری دیگه، بذاری جلوت. برو سوال که حل میکنی سعی کن تو این جای گذاری کنی و اینو بازنویسی کنی، خودش میشین تو ذهنت. و اصلا این فرمول خاصی نیست، اینه به خدا. این تعریف سرعته، تعریف تندیه. تندی همونی که جهت نداره از رو مسافت به دست میاد، سرعت همونی که جهت داره از رو جابجایی به دست میاد. اینه فقط ال به تی. حالا من اگه مسیرم چند تیکه است، خب باشه دیگه، این ال چند تا ال دیگه اینا رو جمع کن. خب درکم یه زمانی طول کشید دیگه، زماناش هم جمع کن. تو این سوالا منتها یه گیری داریم، گیرمون اینجا شروع میشه. آقا اینم تعریفشه دیگه، من هنوز رابطه جدیدم نیست، حتی همونو باز نوشتم. معمولا لازمه یکی از پارامترهای حرکت رو بر حسب دو تا پارامتر دیگه پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی به من سه تا پارامتر حرکت که حاصل مکان و زمان و سرعت یا تندیه نمیده. یعنی جابجایی رو مثلا میده، طول رو میده، زمان رو نمیده، سرعت به جاش میده. زمان رو میده، سرعت رو میده، این جابجایی یا اون مسافت رو نمیده. بالاخره یکی رو نمیده دیگه، باید سوال کنید دیگه، میخواد اصلا به چالش بکشه واسه همین. پس چیکار میکنم؟ میام اینجا میگم که آقای مسیر من چند تیکه شده، خب بشه فدا سرت همه رو با هم جمع کن. زمانش هم یه 2 ساعت رفتم، یه 3 ساعت، یه 5 ساعت، خب جمع کن. مشکل چیه؟ فرمول اصلیم که همینه دیگه، اصلا کسی نخواست فرمول حفظ کنی. اینه فقط، اینم که تعریف سرعت. بچه انقدیا هم الان میدونن دیگه، مسافت رو تقسیم زمان میکنه و خیلی ردیف و الان ماشاءالله بچه ها انتگرال هم میگیرن و اینه. حالا تو این سوال اگه بهم نداده بود مثلا زمانو چیکار کنم، این تعریفو مگه نداری؟ طرف وسطی نگی بلد باشی، استاد اردستانی بزرگ کلی زحمت کشتن دوره جامعه و دوره نمم پس جامعه و صفر و جلسه فلان و کامبک و تمام اینا رو تدریس کردن به چه زیبایی. پس اینجا ما چی داریم؟ یه جابجایی ریز داریم. تی میشه ال به اس، این بره جای این، ایشون بیاد جای ایشون. یعنی ما یه شاکلیت داریم، اینه، همینو بلد باش. باز کردش که میشه این، اینا که طول کار خاصی نکردم، اینم که زمان است، اینم که جابجا کردشه. اگه حالا یه جا اومده برای تندی داده، سرعت داده، زمان داده، مسافتو نداده، فدا سرت، ضرب کن تو هم. سرعت یعنی چی؟ وقتی بهت میگن انقدر متر بر ثانیه، یعنی انقدر متر در هر ثانیه داری راه میری. خب اگه زمانشو توش ضرب کنی، خب میشه کل متراژ دیگه. اینم از این شرش کم. واسه مشابه تندی متوسط، سرعت متوسط چیکار کنم؟ سرعت متوسط فرقش چی بود؟ جابجایی بود. جابجایی رو چیکار میکنم؟ واسه مبدأ مقصد مهمه. ما هم که نمیخوایم حالا در چند بعد هم اینجا برداریم چیزای فضایی حل کنیم که اصلا تو آزمونا نیست. من فوقش یه مسیر رو رفتم،
اگه همینجوری پشت سرم رفتم که خب جمع کن دیگه، مسافتش با جابجایی فرقی نداره رو محور که، ولی اگه رفتم برگشتم بی زحمت واسه جابجایی بیا، مبدا اینجاست، مقصدم جاییه که ته مسیرت وایسادی اینجاست، فاصله بین این دوتا رو باید پیدا کنی، جهت هم داره جابجایی، یعنی میگی مکان آخرش مثبت‌تره دیگه، اگه محور ایکس باشه اینورا مثبت باشه اینور یا منفی، اینقدر رفت به عنوان مثبت، یعنی من اینجا مثلا اینو بگم x1 اینو بگم x2، بردار x1 بردار x2 چجوریه؟ x1 هم به سمت مثبت هست باش، این که مثلا همون مسافت هست دارم جمع میکنم، x2 مو چی کار کنم؟ x2 مو برگشتم قربون قدرت علامتش هم بذار، اصلا گیرمون فقط این، اگه مستقیم رفته بودیم که عین همون مسافته میشد، اصلا فرقی نمیکنه، فقط جاهایی که برمیگرده حواست باشه توی سرعت متوسط باید منفی بذاری پشتش، چون برگشته داره جابجا رو یه خورده کم میکنه. کلاس ضبط میشه؟ بله. نمونه سوال الان میریم حل میکنیم. آره، نمونه سوال که واسه حفظ کردن فرمولت حل کن. الان اینا تموم شه سری میریم سراغ تستا. تست یه 120 اندی تست واسهتون گذاشتم. یه سریشو حل میکنیم، شما میرین حل میکنین، یه 3-4 روز دیگه پاسخنامش رو سایت گذاشته میشه واسه اینکه از این اول نرین از روش بخونین، کلید داره ها، پاسخ تشریحیه که حالا از این بانکای تسته، از رو اون یه نگاهی میکنید و چیکار میکنید؟ بعدش جلسه بعدی مهماشو یه رفع اشکالی میکنیم و ادامه فصل پیش میریم. خیلی خوب، دومی رو باید منهای اولی کرد، اون مکانه که باید دومی رو منهای اولی کرد، دلتا ایکس، یعنی اگه مختصات بد داده بود، اگه گفته بود اینجا 0 متریه، اینجا 5 متریه، اینجا نمیدونم 3 متریه، تو الان میخوای چیکار کنی؟ من طولا رو بد دادم، گفتم 5 متر رفتم 3 متر برگشتم، چقدر میشه؟ جا به جاییم چقدره؟ 3 متر دیگه، مثبت 5 منفی 3 میشه مثبت 2، این طول برداراست، خیلی ساده و عادی باش برخورد میکنیم، خیلی سختش نکنید. اینی که میگی ثانویه منهای اولیه، میدونم چی میگی ها، این مختصات نیست، الان من دارم راجع به طول بردارا صحبت میکنم، میگم جا به جایی ها رو باید جمع کنم با هم دیگه، اون مختصات بگن از این مختصات به اون مختصات طول بردارش چقدره، بردارش بله ثانویه منهای اولیه بردار به دست میاریم، این ربطی به اون الان نداره، بریم ادامه. یه مثال داریم، رو خط راست متحرک حرکت میکنه با سرعت 6 متر به اندازه دی در یک جهت حرکت میکنه، بلافاصله با یه سرعتی به اندازه دی سوم برمیگرده، این همینی که الان گفتیم، قربون شکل دی شکل بکش، دی تا رفت چقدر برگشت؟ دی سوم برگشت، چیکار کنم؟ هیچی، اون رابطه چی بود؟ میگفت اس میخوای به دست بیاری، وی میخوای به دست بیاری، هر کی میخوای به دست بیاری بنویس، تعریفش چیه؟ جابجایی تقسیم بر زمان برای سرعت متوسط. جابجاییم چقدره؟ نمیدونم که. تیک اولش چی گفته؟ گفته دی، باشه. همین رو نیست. دی تا رفت. بعد میگه بنزه دی سوم برگشت. خب اینم ازش کم کن. برگشته دیگه. اینم کم کن. که میتونستی همینجا مستقیم بنویسی بگی از اینجا اومد اینجا طول اینجا چقدره؟ در این جهت که داشته میرفته آخرش هم این وره دیگه، بالاخره راست این در اومده، دو تا دی سومه، این جا به جاییت. زمانو چیکار کنم؟ قرار شد چیکار کنیم؟ سوال زمان داده به من؟ نه، یه سرعت گفته فقط، یه دی گفته، با اینا من باید زمانو به دست بیارم دیگه، چاره ای که نداریم، با اینا زمستونو باید سر کنیم، به جای زمان چی بذارم؟ تو اون رابطه چی بود؟ همین رابطه‌ای که اینجا نوشتم مثلا دلتا ایکس به دلتا تی، قرار شد جای این دوتا رو عوض کنیم، پس اگه اینجا هم بذارم دلتا تی مساوی با دلتا ایکس به چی؟ به این سرعته، حالا تندی سرعت هرچی که هست، رابطه کلی اینه دیگه، دلتا ایکس هم چقدر دیه، سرعت هم چقدر شیشه، خب این میشه تی یکت، اون قسمت زمانی که تی که اول تی کردی میشه دی شیشون. این هست. برام سراغ دومی، گفته که باز همون داستان دیگه، تی دوم چقدر میشه؟ میشه اون جا به جاییم که هست دی سوم تقسیم بر سرعتم، تقسیم بر دو، یه دور در دور نزدیک در نزدیک این مخرج یک بدی میشه دوباره دی شیشم. اینا زمانن ها، من کار خاصی نکردم، دارم زمانو بر حسب اینا مینویسم، دو تا تعبیر دیگه دارم، اینا رو دارم جاگذاری میکنم. بیام اینجا جاگذاری کنم، دی شیشم
اینو حساب کنم در نهایت میشه 2 دی سوم، اینم میشه دی سوم، حاصل میشه 2. به همین راحتی. فقط اگر این دی سوم رو بر نمیگشت، یعنی چی؟ یعنی بخوام تندی حساب کنم، مسافت باید اونجوری حساب کنم، این دلتا ایکس بود. اگه بخوام ال به تی بنویسم که به من اس بده، سرعت تندی متوسط بده بجه سرعت، تندی دیگه جهت نداره، مسافت میخواد. فقط ببین چقدر راه رفته، دی رفته، دی سوم هم برگشته، میشود دی به اضافه دی سوم، داری متر میکنی، متر که منفی نداره، زمانش هم که همونه. این یکی میشه 4. ببین فرق دارن با هم دیگه، تندی متوسط، سرعت متوسط. تندی همیشه بزرگتر مساوی سرعت، به خاطر اینکه داری متر میکنی، فقط جهت محد نداره که کم کنی چیزی ازش. اگه در یه جهت فقط رفتی، آره مسافتت با جابجایی یکیه، پس تندی و سرعت هم یکی در میاد. اگه نمیری برمیگردی، پس الان مسافتی که طی کردی متراژ بیشتریه، ولی جابجایی اتفاقا کوچیک شده چون برگشتی، داری به مبدا نزدیک میشی. خیلی خوب، این از این. یه نکته این وسط، میتونی یه خورده شیک نیست، ولی به جای دیا کل مسیر رو بگیری 1، بعد این که گفته دی سوم برمیگرده بگی 1/3 برمیگرده دیگه. اینجا وقت لازم نیست آخر سر بین محاسبات دیا رو ساده کنی با صورت و مخرجش، اصلا دی وجود نداره. اینم یه تکنیک کوچولو وسط تست زدم. تندی لحظه‌ای و کیلومتر ماشین نشون میده، در هر لحظه داره نشون میده. سرعت لحظه‌ای دقیقاً همون تندی لحظه‌ای، یعنی رو کیلومتر هر چی می‌بینی همونه، فقط سرعت اسمش، یعنی جهت داره. پس جهتش هم باید اعلام کنی. مثلا از بابا می‌پرسی که بابا جون تندی چند تاست؟ می‌فرمایند که پسرم 80 کیلومتر در ساعت. میگی که بابا جون حالا سرعتت چند تاست در این لحظه؟ بابا میگن که فرزندم نسبت مثلا شمال شرقی داریم میریم آمل، 80 کیلومتر در ساعت در جهت شمال شرقی. جهت بگه سرعت لحظه‌ایه. حرکت یک نواخت سرعت نه، تندی توش ثابته، یعنی عدد سرعت توش ثابته، عوض نمیشه. این حرکت یک نواخته، میخواد دوره میدون باشه، میخواد باهاش با اگه ماشینه کروز کنترل دارن، ماشین شیکا، عدد روش قفل کنی 80 تا ثابت تا شمال بره وسط، تندیش ثابت میشه یک نواخت. اگه رو خط راست بری تندی حرکت یک نواخت، منتها رو خط راست اسم مجزا هم داره، حرکت یک نواخت رو خط راست، که چون با تندی ثابت رو خط راست حرکت میکنه بهش حرکت یک نواخت گفته میشه، داره همین رو صاف میره، فقط اصلا هم وای نمیسته چون سرعتش قرار نیست عوض بشه. پس تو این نوع حرکت سرعت و تندی جفتش یه عدده، تندی با اندازه سرعت مساوی هن با هم دیگه، جا به جایی و مسافتت هم یکی هن، چون که دور نمیزنی برگردی که. این مال خواص حرکت رو خط یک نواخته. سرعت نسبی چی است؟ هیچی. تو اتوبان نگاه کن، بغلی داره کنارت میاد، ماشین بغلی رو میبینی در کنارت همینجوری صاف داره میاد، چه شده؟ هیچی نشده، سرعتش با سرعت تو یکیه، وای نستاده که جفتتون متحرکین، سرعت نسبی بهش میگن. اگه دوتا متحرک در یک جهت برن، دوتا متحرک اینجا در یک جهت برن، فرض میشه که متحرک با سرعت کمتر ساکنه، اون یکی داره با تفاضل سرعتاشون حرکت میکنه. خب اگه سرعت اون یکیه که تفاضلش میشه صفر، بغل همین ساکنیم نسبت به هم دیگه، ولی نسبی، نسبت به هم دیگه داریم حرکت میکنیم، 80 تا سرعت داریم. اگه اون یکی مثلا 90 تا میره، ما 80 تا میریم، ما اینجوری میبینیم آروم بغلمون رد شده، با 10 کیلومتر بر ساعت رد شده، این نسبیه ها، اون داره 90 تا میره، ولی نسبت به ما خودمون که آرومتر میریم و ساکن میبینیم، ای یکی اینجوری با 10 تا بغلمون رد شد، این نسبیه. اگه به سمت هم میان دیگه فرق نداره، چون هر دو دارن همزمان نزدیک میشن، پس میگم که هر دو متحرک با دارن با سرعت به هم نزدیک میشن، یکیشون رو ساکن میگیرم، اون یکی رو با مجموع سرعت بهش نزدیک میکنم، میگم تو وایسا من 80 تا میام، تو 80 تا میای، من وای میسم تو 160 تا بیای، تو وایسا من 160 تا میام، مجموع سرعت ها. اینم از این. محاسبات دیگه تو این دوره یه خورده سریع بغلش رد میشیم دیگه. تکرارها هم تو اینجا تو این دوره TNT بچه ها یه خورده از روی فیلم نگاه کنید، تکرار محاسبات انجام میشه. این بالا چیز خاصی نیست، یه مخرج مشترکه که باید بگیرید، برای همین دیگه ما روی اینا خیلی استوب نداریم. دی شیشون با دی شیشون مخرجش شیشه میشه، دوتا دی شیشون میشه دی سوم، اون بالا هم میشه دوتا دی سوم، یه دور در دور نزدیک در نزدیک دیگه. بار ریاضیات رو این فیزیک بیچاره باید بکشه.
دو تا دی سوم تقسیم بره دی سوم، هیچ این قلفتی با این خط میخوره یه دو میمونه دیگه، سختش میکنیم. این هم از بریم نمودارها. مکان زمان نموداریه که مکان جسم رو در هر لحظه نشون میده. محور چیه؟ هیچی، محور فقط مکان رو نشون میده. اگه میخوای زمان نشون بده خود باید دستی کنارش بنویسی انقدر ثانیه اینجاست انقدر ثانیه اینجاست. کتاب توصیه خاصی نداریم اینجا. برای قبل تو دوره تکمیلی کتاب دانش پژوهان فیزیک نهم بود، اما این دوره تست با منه، جزوه با منه. حالا میریم سراغ تست ها و خیالتون راحت. نمودار مکان زمان باز تو تست ها میبینیمش، فقط در این حد که یه محور عمودیش مکان و محور افقی در هر لحظه زمانه که من مختصر جسمو پر میکنم، میگم تو ثانیه یک اینجا بوده، تو ثانیه دو اینجا بوده، ثانیه سوم اومده اینجا، ثانیه چهارم این پایینه. تو هر ثانیه گزارش لحظه اینو پر کردی، کجا بوده کجا بوده، به هم وصلش کنی بهش میگن نمودار مکان زمان. همین محور است، منتها رو محورم باید اینجوری بیریخت نشون بدم که کی کجا بوده. اون یه خود شیک‌تره، نه تنها شیک‌تره، یه سری اطلاعات به ما میده. اطلاعاتش اینه، در حالتی که نمودار صاف و بدون انحنا باشه میشه فهمید که نوع حرکت، حرکت با سرعت ثابته. چرا؟ چون همونقدر که حالا روی این صافه نشونش بدم، همونقدر که در هر زمان میگذره ثانیه بعدی هم همونقدر میره جلو، ثانیه بعدی هم همونقدر میره جلو. خب پس این یعنی در هر ثانیه مقدارهای مساوی داره جابجا میشه، پس این سرعت ثابت. خط دیدی تو مکان زمان سرعت ثابت، خط صاف دیدی اینجوری افقی هیچی دیگه، زمان داره میگذره ولی سر جاش وایساده، اصلا تکون نمیخوره. اوکی و دیگه چی؟ شیب نمودار هم آخر نهمیم دیگه، معادل خط ایشالا خوندین. معادل خط شیب نمودار رو میگه، یعنی چی؟ عمودیا به افقیا، پس دلتا ایکس به دلتا تی، یعنی عمودیه به افقیه سرعتشو بهت میده. ای این که شدم تعریف سرعت خودمون، آره دیگه چی میخواستیم؟ پس دلتا ایکس به دلتا تی که تعریف سرعت بود، اینجا میشه عمودی به افقی که میشه شیب نمودار، این سرعت‌ها رو بهمون میده. اینو یه بازی باش بکنید، سوال آسونیه. تو کدوم باز مورچه در جهت محور ایکس حرکت میکرده؟ کی محور ایکس رو داره همجور به سمت مثبتاش میره؟ بازه دو از صفر تا اینجا هشت، بعد هشت تا دوازده که وایساده، دوازده تا چهارده برگشته داره در خلاف جهت میاد، از چهارده تا هیجده هم وایساده. سرعتاشو چجوری پیدا کنم؟ جا به جایی به زمان دیگه. مثلا این بازه دو ثانیه دوازده تا چهارده چهل اومده رو بیست، ثانویش 20، اونی که گفتی که دلتا ایکس میشه ثانویه منهای اولیه اینجاست، ثانویم 20 اولیم 40، پس من منفی 20 اومدم پایین. زمانم چقدر بوده؟ دو ثانیه سوال متوسط به دست میارم، منفی 20 تقسیم بر 2 میگم منفی 10، یعنی در جهت منفی محور ایکس پایینی اومده. اینجا سرعت چند تاست؟ 2 4 6 8 ثانیه است، 40 متر هم از صفر تا اونجا رفتم، یعنی ثانویه میشه 40، منهای اولیه که از صفر میشه 40 متر تقسیم بر 8، این میشه 5 متر بر ثانیه. حله، این دیگه کلیت این داستان. بریم پایین نمودار سرعت زمان هم میبینیم. نمودار سرعت زمان اگه ما حرکت سرعت ثابت بررسی میکنیم که 98% مواقع سرعت ثابت بررسی میکنیم، یه خط دیگه سرعت بر حسب زمان، یه خط صاف اینجوری تا ابد همین سرعت رو حفظ میکنه. اگر نه سرعتشو داره عوض میکنه، خب باشه، یه تیکه با یه سرعتی اومده، یه تیکه دیگه با یه سرعت دیگه، یه تیکه با یه سرعت منفی، یه تیکه دوباره دور مثبت شده. تو بازه های زمانی که رفته سرعتش رو، عددهاش رو اینجوری نشون میدم، میکشم میگم این 5 ثانیه رو با 2 اومده، این 3 ثانیه رو با 1 اومده، این 10 ثانیه رو منفی برگشته، اصلا اینجا بوده مثلا. کلیتش نمیبینیم تو سوالا، نگران نباشید. بریم به ادامه. شتاب تعریف داره تغییرات سرعت به زمان. یه نکته مهم اینجا داریم، گفتیم که حرکت یک نواخت توش عدد سرعت ثابته، مثلا داری دور میدون میچرخی، خب یواشتر توضیح بدم به تست نمیرسیم، میخوایم تو تستا اونجا یواش توضیح میدم، اینا رو میخوایم سریع رد کنیم چون فقط یه مرور رو نکاته. اگر مشکل دارید حتما فیلم رو تکرار ببینید یا دور جامعه که حالا یه مفصل بوده و خیلی یواش یواش. در جهت ایکس هم که یعنی در جهت ایکس دیگه، بله. خب سرعت جهت داره، تندی جهت نداره. پس من اگه دور یه میدونی دارم دور میزنم، دارم دور میزنم، یعنی اینجوری صاف نمیرم که هی اینجوری میچرخم دیگه. دور زدن یعنی چی؟ یعنی چرخیدن. این جهتی که دست من گرفتم که داره میچرخه، که داره تکون میخوره، پس جهت ثابت نیست، پس قطعا تو حرکت دور میدون شتاب داری.
حتی اگه عدد سرعتت ثابته، یعنی تندی ثابته، با ماشین سرعت رو یه جا نگه داشتی رو 80 تا مثلا، داری 80 تا که نمیشه دور میدون دور زد، دروغ گفتم، با 40 تا 20 تا اینطورا داری، با 40 تا اینجوری ثابت عقربه رو کیلومتر شمار کیلومتر شمار ماشین مونده، تندی لحظه‌ای بود دیگه، داری با اون دور میدون دور میزنی، داری دور میزنی، داری تغییر جهت میدی تو هر لحظه، پس حتما شتاب داری. اینو حرکت شتاب دار داشته باشید. خب این پس شتاب دار حتما اینجا گفتم، بنابراین اگه اندازه یا جهت یا همزمان اندازه و جهت سرعت تغییر کنه، حرکت غیر یک نواخته، شتاب داره، اندازه، جهت یا همزمان هر دوش. برای مقایسه تغییرات سرعت و دست آوردن معیار مناسب جهت سنجش این تغییرات میگیم شتاب. به چی میگیم شتاب؟ تغییر سرعت در واحد زمان، چقدر تغییر کرده سرعتت، گاز دادی زیاد شده، خب یه تغییر مثبتی کرده تو یک مدت زمانی دیگه، ترمز کردی سرعتت کم شده وایسادی، خب یک تغییر سرعتی داشتی که کم شده یعنی منفی بوده، سرعتت تو کم کردی، ثانویت از اولیت کمتره، تقسیم بر این مدتی که این کار انجام شده، اینم میشه شتاب. خیلی خوب، اینم که باز قید کردیم، لازم به تذکره که حرکت با تندی ثابت اندازه سرعت ثابت باشه، ولی مسیرت غیر مستقیم باشه، اینجوری جهت داشته باشه، دور بزنی، هر کاری بکنی، قطعا به علت تغییر جهت حرکت شتاب داره و این از این. حالا اصلا خود شتابه یعنی چی؟ وقتی میگیم 2 متر بر مجذور ثانیه شتابه، مجذور ثانیه وجود خارجی نداره با عزیزتون. چی وجود خارجی داره؟ نگاه کن، من دارم سرعت رو میگم اینقدر تغییر کرده، مثلا 2 متر بر ثانیه سرعتم تغییر کرده در یک بازه زمانی مثلا یک ثانیه ای، این میشه 2 متر بر ثانیه بر ثانیه، اینه که میگن متر بر مجذور ثانیه، وگرنه متر تغییرات سرعت در واحد زمان، میشه متر بر ثانیه بر ثانیه، وقت مختصرش رو میگن متر بر مجذور ثانیه. پس من میتونم همچین چیزی هم داشته باشم، 10 کیلومتر بر ساعت ثانیه. یعنی چی؟ یعنی این چه مدل حرکتیه؟ هیچی، شتاب اولا، یعنی دوتا زمان تو مخرج داره، ثانیاً اگه بابا جون پشت فرمون نشسته گاز و فشار میده، تو نگاه میکنی تو هر یه ثانیه که داری زمان رو نگاه میکنی، تق 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 تق، این 10 تا 10 تا داره سرعت میره بالا، 10 تا 10 تا چی؟ 10 تا کیلومتر بر ساعت سرعت دیگه، یعنی 10 کیلومتر بر ساعت بر h در هر ثانیه سرعتت زیاد شده، پس جنس این شتابه. خلاص، نمودار شتاب زمانم که من ممکنه یه حرکت شتاب داری داشته باشم، شتاب ثابت و نهایتا ما بررسی میکنیم تو این مقطع، و حالا دیگه تازه اینم دیگه خیلی خارج از دستوره، شتاب ثابت رو بررسی میکنیم، اگر شتاب من ثابته یعنی اینجوری یه خط صاف، خب میتونه چند تا شتاب داشته باشه، مثلا تا اینجا این باشه، از این لحظه به بعد مثلا شتابش منفی شه، تا اینجا گاز میداد از این بعد ترمز میکنه، شتاب منفیه، یعنی از سرعت کم میکنه، منفیه، اگه سرعت هم قبلا مثبت بوده الان تغییراتش منفیه. خب این هست. اینجا سرعت هم داره زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه تا اینجا، چرا؟ چون تغییراتش مثبت بود، الان منفی شده، مثلا همین که الان الکی کشیدم، سرعت هم کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، میاد تا هر بازه زمانی که این هست. اگه سرعتم منفی بود چی؟ خب این کماکان تغییراتش منفیه، یعنی سرعتم داره منفی تر میشه، پس میام پایینی. خب یه چیزی داریم به نام حرکت تند شونده کند شونده، شاید جایی شنیده باشید، یعنی چی؟ همون معنی که میده، تند شونده کند شونده، اگه داره تند شونده میشه یعنی اندازه سرعت داره زیاد میشه، اندازش، اگه داره کند شونده میشه خب یعنی داره سرعتت وای میسه. جهت مثبت منفی داره؟ نه، به ما چه، عددش داره بزرگ میشه تند شونده است، عددش داره کوچیک میشه کند شونده است، و سلام. تعریف شتاب هم که باز نوشتیم، یه تی ان تی خوشگلم که در بک‌گراند داریم، میرسیم به بخش جذاب. تک تک عنوان دارن، مال چه بانک سوالی هن، از کجا اومدن، چه سالی هن، و تو سوال هست. بله، شتاب دار که خیلی آنچنان نداریم دیگه، من استقلالی هم، نه کی گفته از سقف رو دور از جون، نفرمایید تو رو خدا،
نبندین به ریش ما. چی؟ نمودار شتاب زمان یا اونایی که خیلی سخت و مهم است تو سوالاتون هست. اونایی که خیلی سخته مال مقطع دور دومون هم 12 همشه که خب نه طبیعتاً این جزء مال 9 همه. یک دوره، حالا یک دو جلسه ای ما توی دوره جامعه داشتیم پیشرفته تر برای اونایی که دیگه خیلی عجیب غریب میخواستن سوال کنکور بچه ها میفرستادن حل میکردیم بود. اما قرار نیست توی امتحانات نمونه دولتی تیسوشان و هر جای دیگه از این چیزای عجیب غریب ببینید. خب 12 همه دیگه. سوالا رو الان باز زومتر میکنیم یه خورده، این الان رو دسته. ادمین آقای محمدی عزیز، شما تو مانیتور خوب میبینی؟ میگن که دیده نمیشه، فکر کنم اوکی دیگه. ها تو که الان اینه، حالا باز گذاشته میشه واسه تون فایل، میتونید اصلش رو ببینید. خب ما هم میگن خوبه حل. یه خورده سرعتی تر حل کنیم در ادامه جلسات، که حالا جلسات دیگه جلسات خودمون میشه، جلسات صفرمون عمومی رایگان همه هستن. بذاریم در جلسات بعدی که حالا کلاسه یه خورده خصوصی تر میشه دوره همیم، اونجا میاریم بچه هم سوال حل کنن. اینجا طبق تعاریف از ساده به سخت داریم میریم، کم کم هی لول میره بالاتر با هم دیگه حل میکنیم. همچنین پاسخنامه کامل این سوالات از بانک تستش گرفته شده. سوالات هم سوالات متوسط و سخته، سوال آسون نداره. اگه دیدی آسونه خب دمت گرم. همش هم که بانک تستاش هست که نمونه دولتی تیتر 96. متحرک برای رسیدن از نقطه آ تا دی مسیری مطابق شکل زیر طی میکنه. نسبت مسافت به جابجایی همونی که گفتیم متر کن، سری متر کن، مسافت 3 3 6 6 8 14 تا جابجایی. جابجایی چیه؟ جابجایی مبدأ رو مقصد وصل میکنه. کج و کلگی اولش ببخشید، مبدأ رو مقصد وصل میکنه، یعنی من طول این برداره رو میخوام دیگه. بله طول این برداره رو میخوام. خط صاف که نمیکشه، همینجوری ما میکشیم دیگه دستی دیگه. ببخشید کج و کلگیشو اینه، مبدأ رو مقصد وصل میشه. خب طول بردار چجوری بلدم حساب کنم؟ که بلد نیستیم حساب کنیم که این یا خاک به سرمون شد، اینو چیکار کنیم؟ استاد اردستانی بجم؟ نه دیگه کاری نداره که. مگه مبدا مقصد نمیخوای؟ چجوری حساب میکنی توی دستگاه مختصاتت بخوای طول حساب کنی؟ فیثاغورس از اینجا اینم در کل 8 تا اومدن به راست، 6 تا رفتن بالا. پس اینجا 8، اینم عموده، چون در راستای محورهای مختصات بحث میکنم، x y 8 تا به راست 6 تا بالا. فیثاغورسش بچه های کم تست زن میرن میشنن فیثاغورس مینویسن، بچه های پر تست زن همچنین خوش تست های ما یه چیزی بلدن به نام اینکه قضیه فیثاغورس یه سری نسبت طلایی داره. خب معروفش چیه؟ 3 4 5شه، از همه بهتره. عمدتا هم اینو میبینی، یه خورده بیریخترش میشه 5 12 13. فقط این دوتا خون چرت به این داره؟ نه، مزاربی از اینها، یعنی این دوتایی که من اینجا دارم خودش و مزاربش، یعنی حتی میتونه 2.5 6 6.5 باشه، مهم نیست مزاربش 1/2 بوده. این الان اینجا چیشو دارم؟ مزارب 2شو دارم، 6 8، پس اینجا 10 کیلومتره. چرا؟ چون 3 4 5 بوده که ضرب در 2 شده. خیلی خوب، پس 10 کیلومتر دیگه 14 به 10 در میاد چقدر؟ سادش کن 7 به 5. این هست. بریم یه دو سه تا راحت کنیم همینجور دوره همین تستا رو که شما قرار بزنید دیگه. بذار این اول بزنیم، این ممکنه تو مسافت جابجایی هنوز مشکل داشته باشه. کدوم گزینه درسته؟ ممکنه مسافت جابجایی برابر باشن. آره رو خط راست همینجوری برم یه مسافتی رو همون قدری که طی شده جابجایی من هست، این که درسته. پس حل بقیه غلطاشون چیه؟ ممکن نیست حرکتی انجام بشه ولی جابجایی صفر باشه. چرا؟ رفتم برگشتم سر جام، مبدا مقصد فاصله شون چقدر؟ صفر. جابجاییم چقدر؟ صفر. راه رفتم، آره. چرا جابجاییم صفره؟ به تو چه؟ نخه، شما که بین مبدا مقصد فاصله نداریم. این بچه‌ای که توی مهمونی آقای ایرج طهماسب برنامه هست انقدر
چیزه رو ادب ما هم تاثیر گذاشته. پاسخنامش گذاشته میشه. دو سه روز دیگه سوالا رو یه خورده حل کنید، یه ضرب و زوری به کار ببندید، کلیدش که تهشه، اما پاسخنامه تشریحیش یه دو سه روز دیگه که یه خورده چالش داشته واسهتون. نرید درجا نگاه کنید. پس این غلطه، نمیشه دیگه. سومی، در هر حرکتی جابجایی بیشتر از مسافته. جابجایی به ای بابا، جابجایی به هفت کسش خندید من میتونه بیشتر از مسافت باشه. جابجایی ممکنه بره برگرده، نمیشه که، اصلا راه نداره، حرفش هم نزن. مسافت همونی که متر میکنم، من دارم متر میکنم، ای منفی دارم، نه. پس همیشه مسافت بزرگتر مساوی جابجاییه. اصلا جابجایی جیگر این حرف رو نداره. مسافت بزرگتر مساوی جابجایی، بزرگتر مساوی، میتونه مساوی هم باشه، برای همین یک که تا اینجا درسته. چهار، مسافت همیشه بیشتر از جابجایی، نه. ممکنه مساوی باشن. یه مسافت صاف رفتم، جابجاییم هست، مسافتم هم هست، همه چیم هست، با همون همه چی حل میشه. پس جواب یکه و خلاص. بریم در ادامه بیایم. یه سری آزمون‌های مونتا بوده که اینا برگزار شده، کاری باش نداریم. سوالاتش هست. بیایم ما بیشتر می‌خوایم چیا رو ببینیم. اونایی که توی حالا نمونه دولتی تی سوشانا مورد سوال بودن و این مونتایی هم از رو اونا تولید شده، یعنی خیلی چیز عجیب غریبی نیست. باز این مشابه هم اولی است که مسافت و جا به جایی داشتیم. بیایم اینو نگاه کنیم. نمونه دولتی تی سوشانا 97. ماه در یک مسیر تقریبا دایره‌ای شکل به شعاع تقریبی 400 هزار کیلومتر یا علی به دور زمین میچرخد. اگه زمان چرخش یه دور کاملش 30 روز فرض بشه، سرعت متوسط ماه به دور زمین در یک دور کامل چقدر است؟ واحدا رو نگاه کنم. اوه اوه اوه، کیلومتر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت، صفر که هیچی، کیلومتر بر ثانیه. چی خواسته ازمون؟ جواب این بچه رو میگین؟ اینا راحته یا خوب یاد گرفتی؟ نگاه کن دیگه، نمونه دولتی سوشان 97. راحت و سختش مال خودت. مگه نمیخوای این امتحانو بدی؟ اینه دیگه. ماشاءالله، دمتون گرم. اسما که آشناست. پرسپولیس گل زد. ادمین لیورپول رو دارن میبینن. من اینجا رو ترک میکنم. واقعا که خیلی خوب. دم پرسپولیس گرم توی دروازه. آقا این صفره. دم بچه هم گرم. گل شما زدین در واقع. دمتون گرم. صفره. چرا صفره؟ چی پرسیده بود؟ سرعت متوسط ماه. سرعت متوسط چی بود؟ جابجایی به زمان. جابجا شده؟ مگه یه چرخه دور کامل نزده برگشت سر جاش؟ خب میگه جابجاییش صفره که. حالا هر چقدر طول میکشه، صفر صفره دیگه. خلاص. بریم بعدی. یه چند تا راحت کنیم. تی سوشانه ولی این سعی غلطی هاست. اوکیه. دایره دور میزنه، بعد از رو دایره پیدا کنیم، بذار حل کنیم. مثلا امیر حسین با دو چرخش وارد مسیر دایره‌ای شکل به شعاع 100 میشه، تو مدت 10 ثانیه یک ششم مسیر رو طی میکنه. سرعت متوسطش چقدره؟ هیچی، اصلا به ما ربط نداره، به بچه ریاضی ربط داره. برید سر کلاس ریاضی پرسید اگه یک ششم دایره طی شه یعنی چند درجه طی شده. دایره 360 درجه است، یک ششمش میشه 60 درجه. اوکی، این 60 درجه است. خدا شاهد این سوال 12 هم است. میخوای چی حساب کنی؟ سرعت متوسط. چیکار میکنم؟ مبدا رو به مقصد اینجوری فرت وصل میکنم، اصلا رو قوس و اینا حرکت نمیکنم. مبدا مقصد مستقیم، صحبت دیگه نکنی. اینجا آقا این که 60 که، اینم که شعاعه، اینم شعاعه. خب مثلثی که یه زاویه 60 دو تا زاویه دیگه چنده؟ اگه اینجوری متوسط و ساق اینم هست، اینم که 60، خامه طول با هم برابرن که. هیچ، شعاعش چقدر بود؟ 100 متر. خب اینم 100 متر. مثلث متوسط از لاس. زمانش چقدر؟ 10 ثانیه است. بیا همین رو تقسیم به 10 کن. سرعت متوسطش چنده؟ 3.14. میخوام چیکار کنم؟ بذارم در کوزابش بخورم؟ کاری ندارم. این که 100 تقسیم بر 10 میشه 10 دیگه. بعد چی خواسته آخرش؟ به کیلومتر بر ساعت خواسته. قرار شد اون متر بر ثانیه که کوچولو بود چیکار کنم؟ ضرب در 3.6 کوچولوه که متر بر ثانیه است به بزرگه کیلومتره، به بزرگتر میخواد برسه، ضرب میشه 3.6، میخواد از کیلومتر بر ساعت برسه به کوچیکه، تقسیم به 3.6، این که ضربه دیگه. خب 36 میشه دیگه. هر بچه اینو میدونه
که دم در ثانیه شد، این شد 10 متر بر ثانیه، پس میشه 36 کیلومتر بر ساعت. خلاص. بریم جلو. نمونه داتی چون کشک، بریم جلوتر، دایره نمونه شو حل کنیم. نمون بیا معادله داریم. قبلیش هم بد نیست. جفتشو حل میکنیم. 97، اینم 97. دو تا دونده در یک مسیر مستقیم در حال دویدن به سمت مشرق هستند. نفر اول 4 ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن را آغاز کرده است. چجوری نشونش بدم؟ متاسفانه یک بدی که فیزیک داره اینه که واسه این که بتونیم مسائل حل کنیم مقدار ریاضی لازم داریم. من از همه شرمندم که ما ریاضی میخوایم دیگه، درس چرکیه ولی لازمه. الان ریاضی دوستا حمله میکنن. چیکار کنم اینو؟ نفر اول 4 ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن را آغاز کرده، پس من باید یک زبان ریاضی اینجا تبدیل بکنم و با سرعت 5 متر بر ثانیه میدوه. پس سرعت ثابت 5 متر بر ثانیه مسیر مستقیم نفر اول سمت راست یعنی مشرق دویده. اگه نفر دوم 20 ثانیه بعد از حرکتش به نفر اول برسه، خب نفر دوم 20 ثانیه بعد از حرکت، یعنی 20 ثانیه که راه بره به نفر اول میرسه. نفر اول خودش 4 ثانیه زودتر از نفر دوم آغاز کرده بود. خب باشه دیگه، اگه صورت سوال درست بخونیم، این نفر دومه 20 ثانیه راه رفته، نفر اوله چون 4 ثانیه زودتر راه افتاده پس 24 ثانیه راه رفته نفر اول. اوکی، این که مفهوم سواله. سرعت نفر دوم چند متر بر ثانیه است؟ از یه جا راه افتادن، 4 ثانیه زودتر آغاز کرده، در حال دویدن به سمت مشرق هستن، توی مسیر مستقیم نفر دوم اینجوری رسیده. چقدر راه رفته نفر دوم؟ راه رفتن چجوری پیدا میکنم؟ کلن تعریف سرعت چی بود؟ V بود X به T. پس میخوای ببینی چقدر راه رفته؟ خب برو V رو ضرب در T کن. همین یه رابطه رو بلد باش، با این رابطه هی طرف وسطه اینو جابجا کردن اینا داشته باش، خودش آچار فرانسه است. هم یه دونه است. یکی گفت این هم فرمول سخت و چجوری فرمول سخت، هم یه دونه است. به خدا خدا شده حرف در آوردن واسه فیزیک، هم یه دونه است. من شاهدم. x میشه vt. 20 ثانیه راه رفته، سرعتش میدونم چنده؟ نه. خب پس نفر دومه مقدار راهی که رفته هست، سرعتشو که نمیدونم، ضرب داره 20 ثانیه. این از راه رفتن نفر دوم. x دو میذارم اصلا اسمشو، مقدار راهی که اون دلتا ایکسی که رفته دیگه. حالا دلتاش هم نذاشتم. هیچ کس ریاضی دوست نیست، راحت باشه. چرا بابا بیچاره هم میکنن الان جلسه برای دوباره داستان میشه. اینور این 24 ثانیه راه رفته بود، 24 ثانیه چه سرعتی؟ گفته بود سرعت 5. خب 24 تا 5 تا چند میشه؟ 120 تا. 5 4 تا 20 تا، 5 2 تا 100 تا، یعنی 5 20 تا 100 تا. 120 متر این دوستمون راه رفته، چون 5 ثانیه رو ضرب داره 24، 5 متر بر ثانیه رو، 5 متر تو هر ثانیه میره دیگه، حالا 24 تا از این 5 ثانیه ها رفته، 5 متر بر ثانیه ها رفته، 24 میشه 120 متر. آقا این 120 متر راه رفته، بیام بهش رسیده. خب بیام باید 120 متر راه بره دیگه، چیکارش کنیم پس؟ هیچی. میگم پس هر چقدر این راه رفته اونم راه رفته بهش رسیده دیگه، مگه میشه یکی کمتر بره بهش برسه؟ خب این 120 متری که رفته با هم شروع به دویدن که نکنه، ولی از یه جا بودن به سمت مشرقش حالا راه افتاده، 120 متری که این راه رفته رو بی هم رفته دیگه، لامصب این چی میشه؟ وی ضرب داره 20 که جا به جایی بود. من از فضا آوردم اینو، نه به خدا، همین ایکس مساوی وی چیز، وی مساوی ایکس به تیه. طرف وسط این کردن، طرف وسط این استاد اردستان یه جلسه با ما کار کرد، ما در حد عمل اصلی جمع زد تقسیم اینا و از اینا یاد گرفتیم، بقیهش هم مثلا نمیدونم چی هست. پس اینو طرف وسط این کنم، وی ضرب در تی میشه ایکس دیگه. خیلی خوب، ایکس دو که در اومده بود سرعتش ضرب بره 20 ثانیه. منم نمیدونستم سرعتش چقدره، سوالم نمیدونست، از من پرسیده بود، کی به کی اعتماد کرده؟ 120 متر که راه رفته، بی هم قراره بهش برسه، گفتم خب اون قراره میره، اینم ایکس بی است که حالا اسمش گوش بدیم ایکس بی، اصلا اینم بکنیم بی، ایکس بی.
هیچی دیگه. الان اصول رسانه اینم به ما یاد داده بود که 120 تقسیم بر 20 کنی به خدا این در میاد. 120 تقسیم بر 20 میشود 6 متر بر ثانیه. گزینه دو خلاص. خیلی لفتش داریم تا حلش کنیم واسه اونایی که حالا تازه کار ترن و یه خورده آب میبندیم توش. 31 خوبه، نیم ساعت وقت داریم به کوب تست بزنیم فقط. فارسی فرمول x چیه؟ جا به جایی رو محور x معمولا دیگه، جا به جاییه. t چیه؟ اول تایمه، زمان. جزوه بخونی نه همش نوشتم دیگه. اون یکم که vه، سرعته، velocity. تعریفاشون این کتابتون، یعنی این فرموله تو کتاب هست، فارسی نوشته فقط کلشو. ما اینجا چون میخوایم تست حل کنیم نمیتونیم یه ساعت بنویسیم سرعت تقسیم بر فلان است انشا بنویسیم، برای همین از این کارا میکنیم. چرا 24 و 5 ضرب شدن؟ 5 متر در ثانیه که سرعتش بود، 24 ثانیه هم حرکت کرده بود. تو هر ثانیهش 5 متر میره، خود تو 24 ثانیهش 120 متر میره دیگه. برای همین خیلی خوب اینجا نمودار دارم، سوال خفن‌تر شده. نموداراتی چون 96 بوده، هنوز کرونا نبود، زندگیون داشتیم مثل بچه آدم میکردیم. نمودار سرعت زمان متحرک به صورت زیره، شتاب حرکت آن چند متر بر مربع ثانیه است. بچه های نوم الان دیگه معادله خط تو اینا خوندن. تو معادله خط ما یک چیز داریم به نام شیب خط. شیب خط اونجا میگن دلتا ایگرگ به دلتا ایکس میشود شیب. تغییرات عمودی به تغییرات افقی می شود شیب. حالا ولش کن شیب می بو. شیب بام اینا بلد نیستم، فقط اینجا چی میخواد از جون من؟ شتاب حرکت میخواد. شتاب حرکت تعریفش چیه؟ حالا چه متوسط شو بذارم چه نذارم تا با جزوه. شتاب چیه کلن؟ تغییر سرعت تقسیم بر زمانی که اون تغییر انجام شده. پس دلتای وی به دلتای تی، یعنی تغییر سرعت به تغییر زمان می شود شتاب که با آنشونش میدن. گفته شتاب و بی زحمت بگو چند متر بر ثانیه است. خب باشه، من اینجا نگاه میکنم بگم شتاب چقدره. میدونم که سرعتم از 36 شروع شده، زمان صفر دیگه، اینجا صفر محوره. تا یه جایی همینجور میتونم وصل کنم. حالا کجا وصل کنم؟ مثلا بیا اینجا رو وصل کنم. تقریبا 5 ثانیه است دیگه، یه همچین چیزی. از 38 بعد واحد چی میخواد؟ متر بر مجرور ثانیه میخواد راستی. ما اینجا چیا داریم؟ ما یه 36 داریم که تقسیم بر 36 دهم کنیم میشه 10 ثانیه. اینم ساعته بدبخت شدیم. میخوایم یه کار دیگه کنیم؟ اول شتابشو به دست بیاریم بعد تبدیل واحد کنیم. تبدیل واحد هفتم هم تمرین کنیم. موافقی؟ بردارم سوالو حل کنم، یعنی با همون کیلومتر بر مجذور ساعت، به جای متر بر مجذور ثانیه میشه کیلومتر بر مجذور ساعت، همینو حل کنم بعد تبدیل واحد کنم. میتونم هم اولش بردارم اینو همه ساعت رو بکنم ضرب 3600 ضرب 3600 ضرب 3600، بیچاره میشم پیر میشم. اینجا هم وی ار رو همه رو تقسیم بر 36 تمام کنم متر بر ثانیه به دست بیارم. خیلی کار چرکیه. ببین به جاش این کارو بکنیم، همینا بذارم باشه. من تبدیل واحد فعلا نمی کنم، آخر سر اصلا اصل کار رو تبدیل می کنم. چه اتفاقی افتاده؟ یه تغییر سرعتی دارم. این به نظر تا 144 که نیومده، نموداره به اینجا نمیرسه که من بخوام ادامهش بدم. به نظر همین 108 است، اینجا هم 5 است، یه همچین چیزی باید باشه. اینجا هم که زمان شروع شده ولی این تغییرات سرعتشه. سرعتش از 36 در زمان صفر به 108 در زمان 5 ساعت پنجم رسیده. یعنی چقدر تغییر کرده؟ 36 منهای 108 کنیم میشه 72 کیلومتر بر ساعت. چیشه؟ دلتای ویشه، یعنی تغییر سرعتشه. دلتا نماد تغییرات. خیلی خوب، این تغییرات سرعت. تغییرات زمان هم چیه؟ 5 ساعته، از 0 تا 5 5 ساعت طول کشیده. پس میام 72 رو تقسیم بر 5 میکنم، این میشه شتابم، درسته؟ این میشه کیلومتر بر ساعت بر ساعت. جای دلتا وی و دلتا تی اینا رو گذاشتم دیگه، این دلتا وی بود، اینم دلتا تی بود. تغییر زمان، تغییر سرعت.
وایلاش هم که گذاشتم. الان این شتابه به خدا، واحدش هم شتابه، کیلومتر بر مجذور ساعت، فقط میخوام تبدیل کنم به متر بر ثانیه. چی کار کنم؟ کسر تبدیل هفتم یاد گرفتی. کیلومتر بر مجذور ساعت الان دیگه، اگه اینو من لطف کنم اینجا بنویسمش، بذار اصلا یه کار دیگه کنم، اینو ترتمیزش کنم اول. میگم که این کیلومتر بر ساعته، بر ساعتش میشه در واقع کیلومتر بر مجذور ساعت، دور در دور، نزدیک نزدیک، میشه ساعت ها تو هم ضرب میشه، میشه ساعت توان دو. تبدیل کنیم. کیلومتر بر ساعت رو چجوری تبدیل باید میکنن؟ هر یک کیلومتر چند متره؟ 1000 متر. یک کیلومتر میذارم تو مخرج که با این واحده بعدن ساده بشه، معادلش هم میذارم این بالا، 1000 متر. باش، این تبدیل شد. ساعت تبدیلش چیه؟ هر یه ساعت 3600 ثانیه است. برای اینکه ساده بشه باید ساعت تو صورت قرار بگیره، یک ساعت 3600 ثانیه است. ایشونو چیکارش کنم الان؟ ساعت به توان 2. من یا باید دوبار کسر تبدیل بنویسم یا همینجا خیلی شیک و مختصر بنویسم این به توان 2. تمومه. اگه اینو حساب کنی بهت متر بر ثانیه اینو میده. حالا بخوام خیلی بکشم خودم واسه حساب کنم اینو، این چی میشه محاسباتش؟ خود اذیت میشه. این پایین بنویسمش بعدش پاکش بکنم دیگه. بیام بنویسم 72 تقسیم بر 5 ضرب در 1000 تقسیم بر 3600. دو تا 3600 دارم چون توان 2، یک به توان 2 که میشه یک هیچی، اینم که ثانیه بود یادم رفت بذارم، آخرش متر بر مجذور ثانیه قراره در بیاد. دو تا 3600 دارم چون ساعت به توان 2 بود، دو تا تبدیل دارم. اینا رو ساده کنم، 72 همین اول، بذار با یه رنگ دیگه ساده کنم که ببینی، 72 همین اول با 36 ساده میشه، دو تا صفر یعنی 100 میمونه، میشه 2. 100 بیاد با این هزاره ساده بشه، بشه 10. دهش با یه صفر از این ساده بشه، بشه 360. 360 بیاد با یه 2 از این ساده بشه، بشه 180. الان یه 180 دارم، یه 5. مساوی شد با 1 به روی 180 ضرب در 5 چی میشه؟ 5 صفر تا که صفر تا هیچی، 5 80 40 تا 40 خودشو گذاشتم. 5 80 40 تا صفر میذارم. بک بزن. 5 تا 40 تا 4ش میره بالا، 5 تا 15 تا با اون 4 تا 19 تا میاد سر جاش. 1900 گفته که تقریبا حساب کنم دیگه اگر آدم درست باشه ان شاء الله، چون نمودارم که خود همچین کج کله بود. 1200 خب 1900 رو گردش کنم یه خورده، با یه تقریبی بگم که 1200 باشه در میاد چقدر؟ اگه 1 به 2000 بگیری میشه 5 به 10000، 5 10000. درست میگم؟ یه 2000 رو ضرب در 5 بشه میشه 5 10000 دیگه. یه صفر اینجا اشتباه نکردم 5000 بشه، احتمال داره. حالا محاسباتو انجام میدیم. به هر حال ریتم اینه، تبدیل واحد اینم که با این شکل کج و کلش. فرق خواستم یه دونه نمودار سرعت زمان ببینی، اینجا تغییر سرعت، این تغییر زمان، تغییر سرعت رو از این ور، تغییر زمان رو از این ور تقسیم کردم، کیلومتر بر ساعت بود، تبدیل بر متر بر ثانیه میکنم با کسر تبدیل، و در نهایت حالا عددش رو احتمالا اینجا من یه سوتی هم صفر دادم. اگه 1 به 1900 باشه، این 1 به 2000 گرفتم شد 5000، یعنی نزدیک به کیه؟ نزدیک به این. جوابش احتمالا همون. بیان تقسیم هم بکنیم، 1 تقسیم بر 1900 در میاد که 190 در واقع دیگه، 5 خورده ای. با این تبدیل ها احتمالا من تو این محاسبات خط زدم، همجوری سرپایی حساب کردم، شاید اشتباه هم اینجا داشته باشم، اما کل داستان با همین روشه حل میشه. این از نمودار سرعت زمان یه نمونه دیدیم دیگه. بعدی، هواپیما با سرعت 105 متر بر ثانیه در حال پروازه. اگه این هواپیما با شتاب 108 با 3 هستش، اشتباه ساده کردم احتمالا، نمیدونم،
هواپیما به سرعت 105 در حال پروازه. اگه این هواپیما با شتاب ثابت 4 متر بر مجذور ثانیه سرعتش رو زیاد کنه، بعد 15 ثانیه سرعتش به چند متر بر ثانیه میرسه؟ 4 متر بر ثانیه داره سرعت، 4 متر بر مجذور ثانیه داره سرعتش رو زیاد میکنه. گفتیم متر بر مجذور ثانیه یعنی چی؟ وایسا. متر بر مجذور ثانیه یعنی چی؟ یعنی 4 متر بر ثانیه در هر ثانیه داره سرعتش رو زیاد میکنه. 15 ثانیه گذشته با این شتاب، خب چقدر میشه؟ شتاب تغییرات سرعت در واحد زمانه. اگه من دارم این کار رو میکنم، میگم 4 متر بر ثانیه در هر ثانیه داره زیاد میشه، خب بعد 15 تا 4 تا 15 تا میشه 60 تا. یعنی بنویسم تعریفشو، شتاب چی بود؟ آباریکلا دلتا وی به دلتا تی، تغییر سرعت به تغییر زمان شده شتاب. این جوابش 4ه، 4 شتابت دیگه. سرعتتو تغییراتشو نمیدونی؟ باشه، اینجا هم که 15 ثانیه گذشته، من مفهومی شفاهی توضیح دادم 4 در ثانیه در هر ثانیه، حالا 15 تا از اینا بشه 60 تا، اینم که کسری نوشتنشه، 15 تا 4 تا، پس دلتا وی میشود 60 تا. این تغییر سرعت که شده 60 تا. سرعت چند بوده؟ 105 بوده. 105 با این 60 تا میشه 165 تا. بعد از گذشت 15 ثانیه سرعت میشه 165 تا. نمونه دولت دیزشان. خیلی خوب. بیرون خور پایین تر. برسیم به میشین سخت تر. این نمونه دولت دیزشان هست. خیلی سخت نیست. فقط کج و راست و بالا پایین رفته، مثل همونه که مسافت و سرعت حساب میکردن. خیلی هم الزامن نمونه دولت دیزشان سخت نیست. در شکل از این مسافت طی شده و جابجا بین نقاط A و C چقدره؟ هیچی نیست بابا، قیافش ترسناکه. اینجا مرکز دایره هست، نیم دایره است دیگه، دو متر این وره، دو متر این وره، ایشون هم که رو دایره است، پس شعاع رو رسم کنم، چون اینجا وسطش هم هست، عمود هم هست، اینجا هم دو متره، چی شده؟ بین A و C گفته چقدره؟ مبدع را به مقصد لطف فرموده وست بفرمایید، جا به جاییش به دست میاد. مبدع و مقصد A و C رو به هم وصل کن. یه دو دارم، یه دو دارم، اینجا فیثاغورس بنویسم میشه رادیکال دو به توان دو به اضافه دو به توان دو. دو تا دو به توان دو زیر رادیکال دارم، چی میشه؟ اینجوری میشه، دو به توان دو، دو به توان دو. مسخره کردیم خودمون رو دیگه، داریم ریاضی حساب میکنیم. میشه دو تا دو به توان دو، دو به توان دو که مربع کامله میاد بیرون، میشه دو رادیکال دو. این چه کاریه؟ مگه تست و نکته نیست؟ آقا جون هر جا که یک مثلثی داشتی که این ضلعش آ بود، این ضلعش هم آ بود، اینجاش هم عمود بود، بهش میگن مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، یا متساوی الساقین قائم الزاویه، فرقی نمیکنه. یعنی دو تا ساقش با هم برابره. اینشون این وترش با ضمانت من میشه آ رادیکال دو. دیگه نشین فیثاغورس بنویس. خب این در ضمن چی میتونه باشه؟ این نصف مربع هم هست دیگه. این اینجوریه، یه مربعیه که همه اضلاعش آ تشریف دارن، قطر محترمش میشه آ رادیکال دو. پس من اینجا اصلا فیثاغورس نمیخواستم که این دو رادیکال دو، این آ این جا به جایی. پس جا به جایی شد دو رادیکال دو. مسافت طی شده چقدره؟ بیکار نیستیم حساب کنیم، بی‌زحمت یکی برداره حساب کنه. این یه نیم دایره است، شعاعش دو متره، ضرب در 3.14 میکنی، چی میشه؟ اگه دایره بود میشد دو پی آر میشد محیطش، نیم دایره است میشه خود پی آر محیطش، دو تا 3.14 میشه 6.28. ایشون هم که دو رادیکال دو همون رادیکال 8 است، این به توان دو برشون زیر میشه، به توان دو میرسه میشه 4 ضرب در 2 میشه رادیکال 8. این که جا به جاییمه. مسافت هم که نصف محیط بود شد 6.28. عنایت بفرمایید از هم دیگه کم کنید. فاتحه هم از طلبات. بریم خط کشید، بریم بهتر ببینیم، بریم کجا، بریم سوال عجیب. این بعد نیست اصلا، ترسناکیه خود قیافش. ذره ای مسیری مانند شکل رو طی میکنه، در عرض 2 ثانیه از نقطه آ به ب میرسه. بزرگی سرعت متوسط ذره چند برسه؟ برعکس قیافه ترسناکی چرا مسخره است نیست؟ دنبال چی میگردم؟ سرعت متوسط، سرعت متوسط تو هر کی طبیعی شناس نباشه از ما نیست.
جا به جایی مبدا مقصد صاف بس کن به اینجا، خوشگل پسر خوشگل دختر. این 3 تا 11 چند واحده؟ 8 تا. اینم که 2 و 8 اختلاف 6 تاست. بر کسی که اینو میشینه فیثاغورس بنویسه، حالا لعنت نه ولی درودم نه دیگه، خداییش فیثاغورس عدد طلایی دیگه. 3 4 5 که گفتم 6 8 10 دیگه، مضرب 3 4 5. پس این 3 4 5 اینم مضرب 2ش، پس این فاصله 10ه. جا به جاییش 10ه. تو چند ثانیه؟ تو 2 ثانیه. 10 تقسیم بر 2 گلای باقی زندگی چند میشه؟ 5 میشه. آفرین. واسه این 5 لازم نیست کلاس استاد استریم شرکت کنید. خیلی خوب. بریم کجا بریم؟ بیا این قطار داشت قیافش بد. شکل زیر در دقیقه رو بیان وقت داریم خوبه. شکل زیر شخص داخل قطار که 10 متر بر ثانیه سرعت داره با سرعت 1 متر بر ثانیه در حال حرکته. فاصله بین شخص و اسبی که در کنار قطار در حال دویدنه در هر ثانیه چند متر تغییر میکنه؟ یعنی که در هر ثانیه چقدر فاصله این دوتا تغییر میکنه؟ همون مفهوم حرکت نسبیه که گفته بودیم. اما دو جور نسبیه. خیلی سوال قشنگیه، جذابه، چون دوتا مفهومی که قبلی میگن چی چقدر سوال خنکی بود. آره لوس بود دیگه، 3 4 5 بود. خب اینو چیکار کنیم؟ نسبیه، قشنگه. قطار 10 متر بر ثانیه داره اینوری میره، یعنی اگه این بابایی که تو قطار وایساده حرکت نمیکرد چی میشد؟ کجا جذابه؟ قصر جذابه به خدا، خوشگله. اگه این بابایی که تو قطار حرکت نمی کرد تو هر ثانیه 10 متر اونوری می رفت. قبوله؟ اسب هم که تو هر ثانیه 5 متر اینوری می رفت. اگه یکی 10 متر اینور بره یکی هم 5 متر اینور بره، فاصله شون چجور به دست میاری؟ میگی که 10 تا این دور شده، 5 تا هم این دور شده، کلن 15 تا دور شدن دیگه، به شرطی که آدم حرکت نمی کرد. آدمه الان داره حرکت میکنه، ولی کدوم وری؟ اگه تو هر ثانیه نگاه کن برای که تفکیکش کنی، تو یک ثانیه بررسیش کن، تو یک ثانیه قطار 10 متر میره اون ور، خب یعنی این آدمه رو 10 متر با خودش میبره در هر ثانیه دی، تو یک ثانیه دارم بررسی میکنه، ولی آدمه 1 متر بر ثانیه سرعت داشته، یعنی 1 متر در هر ثانیه حرکت میکرده، 1 مترش رو بر میگرده. پس آقاه در هر ثانیه 10 تا رفت ولی یکیشو برگشت، پس فاصله‌ای که آقاه رفت اونوری 9 متر بود در هر ثانیه. اسبه هم این 9 تا رفت اونور، اینم 5 تا رفت اینور، خب دارن دور میشن از هم دیگه دیگه، 9 به اضافه این 5 میکنی میشه 14 متر در هر ثانیه از هم فاصله میگیرن. خوبه، باحاله، چون یه سری سوالا هست. آره آفرین، گزینش درست میفرمایید. آها سوال قبلیه میگم باید تقسیم 4 میگه آسه رو میخواست، باشه زبر دو نکن، بیا راست بیا همین الان اصلاح کنیم، غلط ما رو هم میگیرن بعد افطاری بدید یه لقمه آدم دویده اومده. بیا اینو میگه که چون آسه رو خواسته بوده ضرب داره دو، یعنی این دو برابرشه، این نیم دایره است، ما باید نصف اینو حساب کنیم، باش همون سه ممیز چهار ده. متشکرم از دقت نظر گرفتن سوتی من. پس سه ممیز چهار ده یه ربع دایره رفت، نصفش رو رفته، یعنی محیط دایره که از دو پی ضرب داره آر تقسیم بر چهار، این میشه همون سه ممیز چهار ده ما، چون آرش دوه، اینم دوه، دو با دو خط میخوره با این چهاره، یه پی میمونه میشه 3 ممیز 14. اینم که جا به جاییه دیگه، بقیهش مال خودتون، رادیکال 8 3 ممیز 14 این میشه. باش مردی سوال سختا رو سوتیمو بگی، سوال کشکا که گرفتن نداره، بچه زدن نداره. این خوب بود. آرزم محضرتون که چرا این سوال خوبه، یه تیپ سوال داریم
اون تیپ سوال اینه که میگه مثلا یه شناگری تو آب رودخونه داره شنا میکنه، وقتی که همجهت با آب رودخونه حرکت میکنه مثلا یه مسافتی رو توی مدت زمانی رفته، وقتی خلاف جهت حرکت میکنه همون مسافت رو توی زمان دیگه ای رفته. بگو اگه مثلا شناگر تنها حرکت کنه مثلا سرعت خود شناگر چقدر رو این حرفا. چه مدلیه میشه از این؟ چه مدلی از اینه؟ شناگر تو آب رودخونه داره شنا میکنه، خب؟ یعنی آب رودخونه میبرتش، شناگرم اونوری برمیگرده. اینا ربطی به سرعت نسبی که دوتا متحرک به سمت هم میان نداره. اونا جفتشون رو زمینن به سمت هم میان. با هم جمع میکنم، گفتم 80 تا میرم اونم 80 تا میرم 160 تا، یکی وایس اون یکی بیاد. اما این داره اصلا با زمینش حرکت میکنه، پس باید حواست به این باشه. قطار میبرتش، این برمیگرده. آب رودخونه میبرتش، اون برمیگرده. پس اینجا خیلی مهمه این نکته. این نسبیه که خود اون جایی که داره تو حرکت میکنه داره با جا حرکت میکنه. نسبی دیگه‌مون چی بود اینجا که هر دو نسبی رو تو دل این سوال داشتم؟ اون یکی نسبی این بود که آقا دو تا متحرکن خلاف جهت هم حرکت میکنن، سرعت نسبیشون چقدر میشه؟ اینم سرعت نسبی میخواست روش نشود بگه، گفت فاصله شون تو هر ثانیه چقدر میشه. سرعت نسبی دو تا متحرکی که خلاف جهت همن، حالا چه به هم نزدیکن چه از همینجوری دورشن، سرعتشون با هم جمع میشه، یکی وایسه اون یکی بیاد حرکت کنه. دو تا متحرک تو یه جهت حرکت کنن سرعتشون رو از هم کم میکردم، نکته که گفته شد. دو تا متحرک، نیای اینی که داره رو همون بستری که حرکت میکنه اون داره راه میره اونم حساب کنی، یا نگی این دوتا خلاف جهت هم میرن، قطار اینوری میره این میره میشه 11 متر. نه عزیزم، این قطاره 10 متر بر ثانیه این میبره اونور، ولی این تو قطاره 10 متر برمیگرده اینور. خیلی فرق بین دوتا، جفتش نسبیه ولی جنساش کلا متفاوته. برای همین سوال به درد بخوریه، پر نکته. بیایم نمودار داره، بچه‌ها نمودار میترسن. یه اتومبیل و یه موتور در مبدا زمان در مبدا مکان قرار دارن. مبدا زمان که زمان صفره، مبدا دیگه، مبدا مکان هم یعنی مکان صفره. پس از این نقطه این گوشه شروع میکنم، دست که مختصات که بلدید دیگه، x t صفر صفر، هر دوشون اینجا. همه سوالا همینه، نه این گزینش فرق داره، این در مبدا زمان مبدا مکان نبوده. پس یکو هم الان خط بزنم بر پیکارش. دومی سوال بقیه‌اش رو بررسی کنم بمونه. اتومبیل با سرعت ثابت در حال حرکته. سرعت ثابت چی بود؟ گفتیم اگه سرعت ثابت باشه در نمودار مکان زمان من یه خط صاف میبینم اینجوری، تو هر ثانیه بنزه ثانیه قبلیش جابجا میشه. پس من دنبال اتومبیلی میگردم که سرعت ثابت باشه، یعنی خط صاف ببینم تو اینا. سه تاشون یه دونه خط صافو دارن. حالا ببینیم بقیه‌اش چی میگه. موتور سوار در جهت حرکت اتومبیل با شتاب ثابت از حال سکون شروع به حرکت میکنه. نمودار مکان زمان اتومبیل و موتور مطابق کدام گزینه است؟ خیلی خوب، چی شده؟ اتومبیلی که سرعت ثابته هیچ، موتور سوار در جهت حرکت اتومبیل یعنی همون وری که اون رفت، که داشت کدوم وری میرفت، داشت به سمت محور ایکس میرفت، یه سرعتی داشت همجور داشت بنزه زیاد میکرد سرعتش، شروع به حرکت میکنه. نموداره با شتاب ثابت هم شروع به حرکت میکنه. نمودار مکان زمان اتومبیل و موتور کدوم گزینه است؟ چیا دارم اینجا؟ ببین اگه اتومبیل شتاب، اگه موتور سواره شتاب داره، قطعاً یه فرقی با حرکت اتومبیل داره دیگه. سوال البته مال چیز نیست، تیسوشان نمونه دولتی نیست، خب سوال جون داری. پس این نیست قطعا. خب این چه فرقی داره؟ موتور سواره اگه شتاب داره، اتومبیل شتاب نداره، جفتش این که یکی کشیده، که این که هیچی. بیام یه کار دیگه، بیام تو اینا. اتومبیل موتور سواره رو گفته چیکار میکنه؟ از حالت سکون شروع به حرکت میکنه، یعنی اولش ساکنه ولی اتومبیل همون اولش سرعت داره. یعنی موتور سواره اولش صفر سرعتش، میخواد شروع کنه سرعتش رو هی زیاد و زیادتر کنه، اما اتومبیله همون اول جلوتره سرعت داره. پس من میام تحلیل میکنم، میگم آقا در یک بازه زمانی که اون اوایل کاره کی باید جلوتر بیفته؟ قاعدتا ماشینه. اصلا نمودارم بلد نیستم، فعلا اصلا نگفتم که آقا
نمودار حرکت شتابدار اینجوری قوس میشه و درجه دوه و از این داستانا. درجه بندی چند جمله رو خوندین، درجه یک خط بود، درجه دو حالا منحنی و سهمی و اینا بود. اصلا کاری با اونا نداریم، اونا که اصلا خارج از درس ماست، ولی تحلیل که بلدم بکنم که شکل نمودار رو میرم تو دلش. این دوتا که پرید، بین این دوتا میخوام بحث کنم. میگم اتومبیل من باید جلوتر باشه تو ثانیه‌های اول، چون اون یکی داره اصلا ساکن میاد، ولی این همون اول یه مقدار سرعت داره، یعنی تو همون ثانیه اولش یه جا به جای تقسیم بر زمان داره. اما موتوره میخواد تازه مثلا سرعتش یه ذره زیاد شه، جا به جایش یه ذره بشه، بعد سرعتش زیادتر شه، جا به جایش بیشتر شه، بعد سرعتش زیادتر شه، جا به جایش بیشتر تر شه، هی جا به جایش رو بیشتر بکنه، ولی اولش کوچولوه دیگه. پس اینو نگاه کن، این همون اول موتور سواره جلوتره. موتور سواره گفتم باید فرق کنه دیگه، خط ثابتو که میشناسم، اینو میدونم اتومبیله. پس از حذف گزینه هم بزنم، خب اگه این اتومبیل اون یکی حتما موتور است دیگه، منتها موتوره توی این گزینه همون اول بسم الله از ماشین جلوتره، تو محور ایکس ها بالاتر قرار گرفته، یعنی جلوتر زده. نمیشه که چجوری همون اول اولین اتومبیل موتور جلوتره، این که سرعتی صفر از حال سکون داره حرکت میکنه. پس سه هم نیست، چهاره، که اتومبیلت که این خط صاف است که سرعت ثابت و میشناسیش، موتور رو نمیشناسی دیگه، اصلا تو درس نیست، نباش. اتومبیلی که میشناسی خط صاف، اتومبیلت در ثانیه های اول از موتور جلوتر قطعا. بله جلوتر، تا اینجاها ایکس بالاتری داره دیگه، این محور مکانه، اگه نگاش کنی از اینجا این مکانش اول بزرگتره، بعد بزرگتره، بعد بزرگترتره، ترتره، ترتره. اما من مطمئنم اگه موتور شتاب داره حرکتش، یعنی در هر ثانیه داره هی سرعتش رو زیاد و زیاد و زیاد تر میکنه، پا قطعا یه جایی از ماشین من که یه سرعت ثابتی داشته قطعا جلو میزنه. مطمئنم که سرعتش بالاخره انقدر زیاد میشه که بیا سبقت بگیره رد کنه بره. پس چهار میشه. سوال سخت بود، شکافتمش بدون هیچ اطلاعات اضافه تری. اونا که اطلاعات اضافه دارن، اول نگاه میکنم میگم آها به این سرعت اولیه داره، مماس بر نمودار میکنم، اون چیزایی که تو اون جلسه تکمیلی دور جامعه گفتیم، دو جلسه تکمیلی کلن نمودار اینجوری شستیم، تیکه تیکه گوشیم پایین، شتاب شیب مماس بر نمودار و این چیزا سرعت میشناسن، این چیزا بالا کارشون درست دمشون گرم. ولی من واسه کسی میگم که اصلا نمیدونه چیه، تحلیل میشه، اولشو نگاه کن با همون چیزی که میدونه قابل حله. پس تست و نکته به این درد میخوره که چه بلدی که دمت گرم، میری خط مماس رسم میکنی بر نمودار زمان مکان زمان، میگی شیب خط مماس میشه سرعت، جامعه رو با ما بودی، تکمیلی بودی، بلدی، سه سوت حل میکنی میری. بلد نیستی، تحلیل که باید بلد باشی بکنی، این تحلیلش. بریم جلوتر. این دوره هم گفتن چند جلسه است؟ 6 جلسه است دیگه، 9 20 دقیقه است. یه سوال دیگه هم حل کنیم، حالا بریم ببینیم چی میشه. 50 تا سوال حل نکردم محمد براتی، روزه گرفتت تا گرسنم نه الان تمام کنیم این شامتون بخوریم. 50 تا حل نکردم که، بینش من 4-5 تا حل کردم خودش با کلی توضیح. دارم رو نموداری ها بیشتر بازی میکنم که اونایی که مشکل داره حتما رفع بشه. نمودار مکان زمان دو تا متحرک آب مطابق شکل زیر، کدوم کمیت مربوط به این متحرک ها با هم برابره؟ مکان زمانمون چه ریختیه؟ الان نگاه کن متحرک B هر چی زمان گذشته اون مکانش که تغییر نکرده، که در کلیه زمان ها یه جا وایستاده بدبخت، این که هیچی، سرعتش صفره، اصلا تکون نخورده، آخه اصلا سرعت نداره، مسافت نداره، صفره، به خدا سر جاشه تا ابد. آ چی شده؟ آ یک خط صافیه که ما تو نکته ها گفتیم که خط صاف دیدی یعنی سرعت ثابت. این هم که سرعتش صفر هستن، وی مساوی صفر، تکون نخورده اجاش. باشه سرعت متوسط، نه بابا اون بالا، بابا صفر مال این متوسط داره که حالا چون ثابته متوسط با ثابتش با خودش یکیه، بس این که نیست. مسافت آ داره جا به جا میشه، به که جا به جا نشده که اصلا جا به تکون نخورد، پس مسافت هم نیست. تندی لحظه ای، خب این سرعت داره پس تندی هم داره، اون که اصلا تکون نخورده. حذف گزینه هم بریم میشه شتاب. جور دیگه چجوری بفهمم؟ هیچی، متحرکت وقتی که شتاب ثابت باشه، شتاب داشته باشه، اصلا با سرعتش تغییر بکنه. این
چی بود؟ نمودار سرعت ثابت بود، سرعت ثابت که تغییر نمیکنه، یعنی شتاب نداره. ایشون شتاب ندارد. اگه شتاب داشت که سرعتش ثابت نمیموند که، شتاب ندارد. این بابا هم که کلا از بیخ هیچی ندارد، صفر صفر هیچ، شتاب میشه. این تا اینجا. جلسه بعدی لطف میکنید این 120 تا، فکر کنم 120 اندی چند تا بود، پر سوال سرعت متوسط و نمودار و نمیدونم هر چی که از اینا بود دیگه، همجور ریختم رو هم. مجموعه خوبیه دیگه، از کتابای مختلف هست، نمیدونم گلواجه هست، نمیدونم کتاب کاهه هست، مال چیزا هست، نمونه دولتی ها، تیز هوشان ها دیگه، آزمون های این ور اون ور، مونتا هست، نمیدونم هرچی هست دیگه، هرچی گیرتون ممکن بود بیاد، و مشابه هایی که تو کتاب های دیگه ببینید تو این هست، اسمارت هست، آزمون های مختلف هست، چیز ترتمیزیه. 124 تا تست، آره دیگه 124 تا، 124 تا تست، کلیدش تهشه. دو سه روز دیگه براتون اینم که باز همون سوال توی جامعه هم حل کرده بودیم، نمونه داره تیسوشانه جو سوال سخته ای که تهش هستش تو جامعه هم حل کرده بودیم، و این 124 تا رو براتون دو یا سه روز دیگه میدم، فایلش که آماده است، دو سه روز دیگه براتون بذارن که یه فشاری خودتون بیارید، یه فکری بکنید روش، و آخر هفته بشین مثلا با پاسخنامه چک کنید، یه جنبندی بکنید. جلسه بعدی سوالای سختش رو حالا به همچین انتخاب و یه خورده گلچین کردن حل میکنیم، و باید کم کنم، از به سمت طرف چپ میرفت، نه باید به سمت راست، نه باید بنای پنک، نه دور داشت میشد، دور داشت، اونو شرک نکن شهرزاد جان، راست و چپش در خلاف جهت هم بودن، با هم دیگه از هم دور دارن میشن، اون درست بود. خلاصه یک دو جلسه بعد از اینکه ثبت نام، برای کسایی که ثبت نام نکردن میذاریم پنل، نمیدونم دسترسی دارن ادمین عزیز به این جلسه دسترسی دارین، تو پنل گذاشته میشه، نوش جونتون، جلسه آینده دیگه میره واسه یه خورده همچین اختصاصی تر شدن، و ایشالله دوره خوبی بتونیم با هم جمع جور کنیم. جلسه بعدی اینا رو گلچین رفع اشکال میکنیم و مباحث دینامیک و سرعت رو با هم دیگه شروع میکنیم، میبریم جلو دیگه. اینم که مال مکان زمان و سرعت زمان و تمام این جزای حرکت بود شناختیم، با هم دیگه تست میزنیم و بیشترش هم میکنیم، دینامیک هم با هم شروع میکنیم تست میزنیم، میرسیم تا ایشالله 3-4 جلسه تا نهایتا 5 جلسه فصل بندی تموم کنیم، آخرین جلسه که جلسه 6 مونه فقط تست میزنیم جامعه همه اینها به صورت آزمونی. ایشالله که موفق باشید. جلسه بعدی که رایگان نیست خیر، جلسه صفر رایگان بود، دمتون گرم، ایشالله که همه تون رو ببینم، خیلی مخلصیم، شب عالی، به خیر، خداحافظ.